خب دوستان درسمون رو ادامه میدیم در درس چهار هستیم میدونم مسائل خیلی سختی رو با هم بررسی کردیم ولی درس قبلی در مورد بود پرستی صحبت کردیم و تا جایی گفتیم که انسان ها به خدا میگن خدا یا میدونم این برای زندگی مهمتره و به تو احتیاجی ندارم پس نتیجه این میشه که توی معابد شمایل و بودها میسازن در بعضی از کشورها و همه اینها از یک ایده ابلهانه ریشه میگیره که به این فکر میکنن که خدا چطوریه و حالا چطور این به مسیحی ها ربط پیدا میکنه باید در این مورد حرف بزنیم چون در دو درس بعدی بهتون نشون میدم که پولس در کلیسای قرنتس با بتپرستی واقعی درگیره بتپرستی عامل اصلی ضعف مریضی و جو مرگ شدنشونه این کریپتونایت روحانی ماست پس بود پرستی بین مردم دنیا به اندازه کافی بد هست ولی دیدن بود پرستی بین کسایی که با خدا عهد بستند وحشتناکه برای یک ایماندار بود پرستی برابر با زنا بر ضد خدا پس بود پرستی کریپتونایت و میخوام به اینی که میگم فکر کنید یادتونه که یعقوب میگه ای زانیه ها نمیتونید با کسی مرتکب زنا بشید که عهدی باهاش ندارین پس اینم یک مورد دیگه که نشون میده مخاطب یعقوب ایماندارا هستن به خصوص وقتی که میگه شما خودتون رو دشمن خدا کردید به خاطر تاکید دو بار این رو میگه که شما خودتون رو دشمن خدا کردید در زبان عبری وقتی میخواستن در نگارش به چیزی تاکید کنند دو بار تکرارش میکردن ما امروز از علامت تعجب یا حرف ایتالیک یا پررنگ استفاده میکنیم پس اون رو دو بار می نوشتن و دو بار می تا مخاطب خودشون رو متوجه موضوع بکنن برای مثال من که با لیزا بیور ازدواج کردم تنها کسی که میتونم علیهش مرتکب زنا بشم لیزا بیوره نمیتونم بر علیه خانوم فلانی مرتکب زنا بشم چون با خانوم فلانی پیوند زن و ندارم میتونم با خانوم فلانی مرتکب زنا بشم ولی بر ضد او نمیتونم این کار را بکنم یعقوب میگه شما بر ضد خدا مرتکب زنا شدید خب داره با مسیحی ها حرف میزنه درسته پس برای معرفی این برمیگردیم و به زندگی شاول نگاه میکنیم تا ببینیم بود پرستی چطور خودش رو در زندگی یکی ماندار نشون میده اگه یادتون باشه شاول پادشاه میشه و خدا از زبان نبی پیغام خاصی رو بهش میرسونه چه پیغام خاصی؟ خدا بهش میگه میخوام کل اعمال قیان رو نابود بکنی تمامی اموالشون رو نابود کنی بهشون رحم نکن مرد و زن و نوزاد گاو و گوسن شطور اوراق همه رو بکش اون میره و ارتش رو میکنه همه رو میکشه فقط پادشاه رو زنده نگه میداره همه حیوانات رو میکشه فقط بهترین ها رو نگه میداره تا به عنوان هدیه قربانی برای خداوند به مردم بده کاری بود که موسا گفته بود درسته شاول برمیگرده و گوسفندها و خیلی چیزهای دیگر رو تقدیم میکنه سموئیل نبی میاد و میگه که تو نااطاعتی کردی در واقع میگه کلام خدا رو رد کردی کمی به این موضوع با هم فکر کنیم فرض کنید اون موقع 100 هزار عمالیقی بوده 99999 نفر از اونها رو کشته درسته یک نفر رو زنده نگه داشته 99 درصد کاری که بهش گفته رو انجام داده <applause> یادم یه بار پدری به هم گفت که خیلی با پسرم مشکل دارم گفتم چرا گفت پسرم به خاطر اینکه به کارایی که نمیکنه توجه میکنم خیلی ناراحت میشه میگه همش میگه پدر 90 درصد کاری رو که گفتی انجام دادم و حالا چرا از این ناراحتی که قبل از این که بقیهش رو انجام بدم رفتم و با دوستان بازی کردم میگه چرا به کار خوبی که انجام دادم نگاه نمی کنی؟ من به این پدر کلافه گفتم خب پس خدا هم به درصدی که شاول انجام نداد نگاه کرد چون خدا کسیه که میگه شاول بر ضد من شورش کرد در حالی که شاول 99 درصد کاری رو که نبی بهش گفته بود انجام داده بود وقتی سموئیل با شاول برخورد میکنه شاول اول سعی میکنه مردم رو به خاطر این اتفاق سرزنش کنه بعد بهانه تراشی میکنه و آخر که سموئیل باهاش جدی برخورد میکنه میگه زیرا تمرد همچون گناه غیبگویی است و گردنکشی همچون شرارت بودپرستی از آنجا که تو کلام خداوند را رد کردی خداوند نیست تو را از پادشاهی رد کرده است پس شاول شاول پادشاه کلامی رو که خداوند بهش داده رد کرده حرفش اینه میگه گردن کشی کردی میخوام به این عبارت دقت کنید گردن کشی همچون شرارت بت یه لحظه بیایم این رو بیرون از جمله بررسی بکنیم ببینید گردنکشی همچون شرارت بت میبینید کلمه همچون ایتالیک تایپ شده میخوایم بدونین چرا چون توی متن اصلی نیست مترجمها کلمه همچون رو اضافه کردن اگر میخوای ترجمه بهتر رو بخونید میشه گردنکشی شرارت پرستی است درباره گردنکشی حرف میزنه که به معنای رد کردنه. دونستن حقیقت و رد کردن و ناعتاعتی از خدا پرستی به حساب میاد خواست ما برنامه های ما امیال ما بالاتر از اون چیزی که خدا میخواد قرار داده میشه شاول چرا این کارو کرد؟ آیا به این فکر کردین؟ اون موقع اگر شاه کشور رو دستگیر میکردین و میآوردینش به کاخ خودتون در واقع یک غنیمت جنگی زنده بود هر بار که بهش نگاه میکردی یاد طرز شکست کشورش میافتادی. چرا بهترین گوسفند رو به مردم میده؟ چون میخواست پادشاه محبوبی باشه اینجوری درصد محبوبیتش میرفت بالا خب پس شاول این رو بالاتر از اون چیزی که خدا بهش گفته بود قرار میده درسته پس در درس قبلی که دربارش حرف زدیم هم همین طور هست یادتون باشه چیزی که باعث اون اتفاق شد این بود که مردم میخواستن کاری رو بکنن که فکر میکردن بهترین کار برای خودشون شاول هم همین کار رو کرد این رفتار به معاوضه کردن حقیقت با دروغ ختم میشه درسته؟ حالا فری برای خودش جا باز میکنه یادتون باشه که شوال میگه اطاعت کردم اطاعت کردم و نهایتا وقتی سمویل باش برخورد میکنه در ادامه احمقانه رفتار میکنه و کارایی رو انجام میده که نباید انجام بده اگه به زندگیش نگاه کنین میبینین که خیلی خشمگین میشه حسادت میکنه سعی میکنه یکی از خادمانش به اسم داوود رو بکشه و یه میزه پرت میکنه به سمتش انگار که دیوونه شده حتی میره پیش یه جادوگر تا ازش راهنمایی بگیره یه ارتش رو بسیج میکنه تا یه جوون رو دنبال کنن و فکر میکنه که کار درست رو داره انجام میده متوجه این که دارم چی میگم فریب سراغ کسایی میاد که با خدا رابطه ای دارن و با این حال امیال خود رو نسبت به اون چیزی که کلام خدا کتاب مقدس گفته ترجیح میدن نسبت به کور میشن به همین خاطر که گردن کشی از اطاعت خدا سرباز زدن بود پرستیه ما امیال و خواسته های خودمون رو بالاتر از کلام خدا قرار میدیم برای معرفی جنبه دیگه ای از بود میخوام دو واژه رو به شما معرفی کنم کلمه اول قناعت هست قناعت طبق لغتنامه وبستر حس رضایت از داشته یا موقعیت تعریف شده اگر به معنی این کلمه در زبان یونانی نگاه کنیم به معنای به اندازه کافی بسنده و راضی بودنه و مفهومش قوی بودن و توان کمک به دیگریه حالا میخوام به بخش آخر تمرکز کنین قوی بودن و توان کمک به کسی ما نمیتونیم اونطور که باید خدمت بکنیم ما ایمانداران به مسیح نمیتونیم اونطور که باید خدمت بکنیم مگر اینکه قناعت داشته باشیم چرا؟ چون اگه قناعت نداشته باشیم همیشه با این دید خدمت میکنیم که سودش واسه من چی هست؟ این وسط چی به من میرسه؟ خب؟ به همین خاطر که پولس در فیلیپیان 4.11 میگه این را از سر نیاز نمیگویم زیرا آموختم که در هر حال قانع باشم پولس یک خادم بود میتونیم بگیم یک خادم بی نقص. چون کلمه ای رو که الان میخوام راجع بهش حرف بزنم اون رو نداشت بذارین اول تیموتائوس باب 6 رو بخونم و سراغ کلمه ای بعدی برم اما دینداری با قناعت سود عظیمی است باید همیشه یادتون باشه که قانع باشین چون میدونی خداست که نیازهای ما رو رفع میکنه مسلما پیش میاد که هر وقت میخواین نیازتون برطرف نمیشه ولی مطمئن باشین که هیچ وقت دیر نمیشه اگر خوراک و پوشاک و سرپناهی داریم قانع خواهیم بود دقت کنید که پولس داره به قناعت تمرکز میکنه یه روز داشتم دعا میکردم و به خدا گفتم خدا یا تعریف تو از قناعت چیه خدا جواب داد قانع بودن یعنی کاملا نسبت به اراده من راضی باشید زندگی عیسی نمونه زنده قناعته درسته اگه به این مسئله دقت کنین میبینین اگر به اولین وسوسه نگاه کنین میبینین که اون در بیابانه این وسوسه میگه که ایسا نیاز خودت رو خارج از مهیا کنندگی خدا رفع کن ولی به محض اینکه عیسی مقاومت کرد خدا فرشتگان رو فرستاد تا نیازش رو به خوبی رفع کنن فرشتگان براش منا یا همون آن آسمانی رو آوردن نمیدونم واقعا منا بود یا نه ولی براش غذا آوردن نمیخوام کلمه قناعت رو با خوشنودی قاطی کنیم عیسی قطعا خوشنود نبود چون مثلا میبینید میز صراف ها رو توی معبد به هم میریزه میبینید که با اشتیاق به شاگرداش نگاه میکنه و میگه مشتاق خوردن این غذا با شما هستم میبینید که از دیدن مریضا و آسیب دیده ها خیلی ناراحت میشه پس قناعت با خوشنودی فرق میکنه یعنی شما راضی هستید به اراده خدا خب حالا کلمه متضاد قناعت رو میخوام معرفی کنم و اون کلمه تمعه آیا شما به زبانی غیر از انگلیسی صحبت می کنین؟ آیا به دنبال تعالیم الهام بخش بیشتری از جان و لیزا بیور هستین؟ به cloudlibrary.org مراجعه کنید. ویدیوها را به صورت رایگان تماشا کنید. زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید. منابع خود را از این کتابخانه غنی انتخاب کنید. کتب الکترونیکی، پیغام های ویدیویی، کتب صوتی، برنامه های تلویزیونی کتاب مقدس ها و منابع دیگر برای اطلاعات بیشتر به cloudlibrary.org مراجعه کنید و طمع کلمه که این روزا زیاد ازش استفاده نمی کنیم. به همین خاطر میخوام وقت بگذارم و این کلمه رو بیشتر باز بکنم این روزا نمیشتم کسی بگه ای هریس نه من هریس نیستم پس این روزا درباره حریس بودن حرف نمیزنیم خب پس بیایید تعریفش بکنیم در لغتنامه وبستر اینطور تعریف میشه میل شدید برای کسب و تصاحب چیزی که خوب فرض میشود با کولسیان شروع میکنم با به سه میخوام به اولین آیه نگاه بکنیم آنچه را که در بالاست بجویید آنجا که مسیح به دست راست خدا نشسته است به آنچه در بالاست بیاندیشید نه به آنچه بر زمین است اگر این کار رو کنید از کلمه که میخوام معرفی کنم دوری کردید یعنی تمع زیرا مردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است چون مسیح که زندگی شما ظهور کند آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد پس برای طلبیدن چیزهایی که از بالاست و قرار دادن اندیشه خودمون بر اونها باید قانع بمونیم ولی به اون چیزی که پولس در آیه بعد میگه دقت بکنیم در آیه پنج و شش میگه پس هر آنچه را در وجود شما زمینیست است بکشید یعنی بیعفتی، ناپاکی هوا و امیال زشت و شهبت پرستی یا طمع خب به این توجه کنید که همان بت پرستی است پولس دقیقا همینجا تعریف میکنه که بت پرستی چیه حرص و طمع بت پرستیه خب به سبب همین هاست که غضب خدا بر سرکشان نازل میشود وقتی از قناعت خارج میشیم و حریص میشیم از این رابطه صمیمانه و نزدیک با خدا به مذبح بودپرستی یا زنا وارد شدیم اگه به کلمه یونانی که در کولسیان معادل طمع هست نگاه بکنیم به معنای امیال ناملاسبه اما کتاب سی سی ای که کتاب تفسیر کل کتاب مقدس هست خیلی خوب این کلمه رو تعریف کرده و میگه که طمع خودپرستی یا خود پنداری هست قناعت ما رو از بود پرستی دور میکنه و ما رو به دل خدا نزدیکتر میکنه طمع ما رو به مذبح بود پرستی میبره و از دل خدا ما رو دور میکنه به همین خاطر که نویسنده ابرانیان میگه زندگی شما بری از پول دوستی باشد زیرا خدا فرموده است تو را هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز تک نخواهم کرد پس با اطمینان میگویم خداوند یاور من است انسان به من چه تواند کرد پس یک مسیحی وقتی وارد بت پرستی میشه که اون چیزی رو که خدا براش آشکار کرده نادیده میگیره برای اینکه امیال قوی خودش رو حفظ بکنه متوجه هستین پس بت پرستی از اراده خداست مسئله لحظه ای نیست که ایماندارا به گناه میافتند مهم لحظه ای که ایماندار تسلیم گناه میشه دوباره باید بگم این زمانی ای نیست که ایماندار به گناه میفته بلکه اون زمان که به گناه تسلیم میشه اگر به همه چیزهایی که گفتم فکر کنین میبینین که طمع همه چیزهایی رو که ازش حرف زدم رو در بر میگیره اگر به اخان نگاه کنین یادتون هست اخان رو در میان غنایه میگه آنها را دیدم پس طمع ورزیده آنها را برگرفتم آیش را اینجا دارم از یه ترجمه دیگه است. میگه در میان قنایم آنها را دیدم پس تمع ورزیده آنها را برگرفتم ترجمه دیگه میگه به شدت آنها را خواستم پولس به کلیسای قرنتیان داره میگه شما توسط امیال گناهالود خود کنترل میشید اونها حسودی میکنن متحد نیستن واعظ رو که دوست دارن انتخاب میکنن اونها دارن مرتکب زنا میشن از همدیگه دارن شکایت میکنن به دادگاه متحد نیستن همش با هم در جدال هستن در رساله یعقوب همون چیزایی رو او توصیف میکنه که پولس داره به کلیسای قرنتس میگه میگه شما حسادت داری نسبت به هم انگیزه اعمال شما خودخواهانه است با هم بحث و دعوا میکنید اینها همش نتیجه بت پرستیه ببینیم یعقوب چی میگه در باب چهار آیه دو به تابلو دقت بکنید میگه حسرت چیزی را میخورید اما آن را به دست نمیآورید در ادامه همینه که میگه ای زناکاران پس وقتی اسم بود پرستی رو میشنویم همش فکر میکنیم بود 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 شمایل ها وقتی در مورد بود پرستی در عهد عتیق میخونین کافیه به جای کلمه بود اون چیزی رو بذارین که باعث بود پرستیه نااطاعتی آگاهانه از اراده خدا بود پرستی حقیقی همینه متوجه هستین؟ خب بود پرستی صرفا گناه نیست گناه عمدی یا آگاهانه است و این کریپتونایت ماست اگه به آدم و هوا هم دقت کنیم میبینیم که همه چی همونطور شروع شد هوا از اون درخت خوشش اومد درختی که خدا به سراحت گفته بود ازش دوری بکن پس خودش باعث شد تو موقعیتی قرار بگیره که بگه من بیشتر از خدا میدونم که چی برام بهتره وقتی یه همچین رفتاری رو انتخاب کردیم فریب وارد میشه با یک رومیان رو یادتون هست میگه حقیقت رو سرکوب کردند و فریب بر اونها غلبه کرد در نتیجه شروع میکنیم به فکرهای احمقانه درباره اینکه خدا شبیه چی هست پس حقیقت رو با دروغ معاوضه میکنیم ایماندارها هم همینطور هستند به همین خاطره که یعقوب میگه به جای آورنده کلام باشید نه فقط شنونده آن به این توجه کنید خود را فریب مدهید آیا بدتر از این هم میشه فکر میکنید چرا اولین کلمات عیسی در جواب به این سوال که قبل از اومدنش چه اتفاقی میفته این بود به هوش باشید تا کسی گمراهتان نکند اینها اولین کلماتی هستند که اون میگه چرا چون مردم در روزهای آخر میفهمند که چطور باید خدا رو خدمت کنن ولی باز به امیال تمعانه خودشون میرسن میدونید چی میگم خب با این ادامه میدیم متوجه هستین کلمه فریب در لغتنامه وبستر کلمه فریب اینطور تعریف میشه آنچه باعث پذیرفته شدن چیزی میشود که دروغ یا نامعتبر است در جایگاه آنچه حقیقی یا معتبر است یادتون هست ما حقیقت رو با یه دروغ سرکوب کردیم ما دروغ رو به عنوان نیکویی پذیرفتیم و حالا اون چیزی رو که واقعا شرورانه است نیکو میدونیم نمیتونیم یه قسمت از کلام رو که دوست داریم فقط انتخاب بکنیم و از ما بقیش غافل باشیم باید تمامیت مشورت خدا رو در عهد جدید قبول بکنیم درسته چون یعقوب گفته زیرا هر کس که کلام را میشنود اما به آن عمل نمی کند به کسی ماند که در آینه به چهره خود می و خود را در آن می بیند اما تا از برابرم دور می شود از یاد میبرد که چگونه سیمایی داشته است چرا مردم میان به جلسات و کنفرانس ها سرود می موقع موعظه هیجان زده هستند ولی وقتی میرند مثل دنیا رفتار می کند متحد نیستند در نزاع و گناه به سر میبرند، مرتکب زنا میشن ای رو میکنن که دقیقا در عهد جدید گفته که نباید انجام بدن انگار که فراموش میکنن که چطور آدمی هستن فراموش میکنن که طبیعت عیسی در اونهاست وقتی من گناهکار بودم طبیعت خدا رو نداشتم گناه میکردم گناه طبیعت من بود ولی وقتی ایمان آوردم طبیعت من تماما تغییر کرد من خلقتی تازه شدم حالا وقتی که گناه میکنم دارم ضد طبیعت خودم رفتار میکنم خب با پذیرش کریپتونایت کاری که انجام دادیم اینه که قدرت خودمون رو تسلیم کردیم سرزندگی خودمون رو تسلیم کردیم قدرت فرازمینی خودمون رو تسلیم کردیم اگه به نامه پولس به کلیسای قرنتیا نگاه کنیم میبینیم که میگه سر عقل بیاین دیگه گناه نکنین زیرا هستند بعضی که خدا را نمیشناسند این را میگویم تا شرمنده شوید میدونیم پولس داره بهشون چی میگه میگه خیلی ها هستن توی این شهر شناختی از خدا ندارن عیسی رو نمیشناسن شما تنها کسایی هستین که عیسی رو میشناسن و اونها شما رو میبینند. ولی این کریپتونایت رو شما پذیرفتین قدرت های خودتون از دست دادین فراتر از اونها زندگی نمیکنین پس مردم هم عیسی واقعی رو نمیبینن میخوام قسمتی از کلام رو که در درس یک خوندم اگه یادتون باشه رو دوباره بخونم پتروس میگه برخیز من نیز انسانی بیش نیستم پتروس مجبور شد به افسر رومی بگه که برخیز من نیز انسانی بیش نیستم پولس مجبور میشه بگه ای مردان چرا چنین میکنین ما نیست چون شما انسانی بیش نیستیم به تمام مردم لستره این رو میگه اگه به شهروندهای مالتا نگاه کنیم میگه فوری نتیجه گرفتن که پولوس یکی از خدایانه همینطور شهروندای تسالونیکی هم میگفتن اینها کسایی هستن که همه جا رو با کشیدن اینها چیزهایی بودن که کلیسای قرنتوس اون رو کم داشت اگه بعدا برگردید و نگاه کنیم یادتون باشه اینجا چی گفتم این اتفاق درست بعد از برخواستن عیسی از مردگان افتاد پولس سی سال بعد داره به کلیسای قرنتوس می نویسه اگه به تاریخ کلیسا در قرنتوس دقت کنید، می بینین که اونها تأثیر گذار نبودن یادتون هست که در کلیسای اول چطور شهر لیدیه تغییر کرد تمام شهر یوفا شهر سامره منطقه آسیا هم همینطور ولی اتفاق در قرنتوس نمی افتاد. چرا؟ چون قرنتیان کریپتونت روحانی رو پذیرفته بودن. قدرتشون از دست داده بودن. متوجه این؟ با بقیه فرقی نداشتن. البته همشون اینطور نبودن. این اقلیت بود که بر اکثریت تاثیر میگذاشت. پس کل بدن ایمانداران در قرنتوس تأثیری بر تغییر شهر نداشت. دوباره میخوام بگم میرم و در کلیساهای ده هزار نفر معیزه میکنم و به خاطر این همه آدم که میان شک گذارم ولی فکر میکنم اون سه میلیون دیگه که الان تو همون شهر هستن چی؟ اونها کجا هستن؟ چرا یک ایسای زنده مثل کلیسای اولیه نمی بینن؟ یا ایتون باشه که خدا میگه قبل از اینکه که ایسا برگرده همه چیز به جلالی برتر از قبل جلال میابه؟ باور دارم اگه به این موضوع پردازی و ازش تفره نریم باور دارم که تبدیل به کلیسایی میشیم که شهرها رو تغییر میده من با تمام وجود یه همچین باوری دارم اگه این کرد نبود این کتاب رو نمی نوشتم پس نشون دادم که بودپرستی چطور در گردن کشی و هرس و طمع نمود پیدا میکنه ولی میخوام در درس بعدی فریبنده ترین شکل بودپرستی رو بهتون نشون بدم پس تا جلسه بعد